شنیده بودم سید رئیس اعدامت کرده نقیب. خیالاته. تو که مرد جنگی چرا باور میکنی؟ بعد قاعد دوبار مرل جسس صدقانک ها؟ رفیق اگه رفیق باشه جنازش هم به درد میخوره. ولکن نمیفهمی یه چیزایی. بخور اینا بخور. جليل يعرف اسلوبنا وياهدني المشروبات البارده. بخور ليه قاعد تساعد امريكيين بعد ها؟ اخرين بار بشما كومك كردم نا امريكايا بدت ميام خاصم بكشنت؟ هذه المره يفرق. شنو يفرق نغيب؟ حسن الحرب ويا امريكان يحاربون الحساب بكتاب. آه. مثل شماها. آخر مرة أدري كم منا دفعت ذهايا مشان هغول الغام؟ إيه. ما يدونه مين نغيب. وما يدونه فوتبال فارغ مكنا. ما أبغى نيته مون خير وده. نراتين بزايلش بلا أمريكايا. سخت دي. مو حلق وايد. أي شغل يريد الإنسان ماله. أنت عندك تبحر في تجسس جسس، وهذا عنده تبحر في الفتح المعابر. هاي بدارده تنو مخربة لكي مخم بكوشينش. يمكن بعد ما يفيدنا. ما يفيدنا؟ لا خود أريده أرجع على رأزيكم أحسن لك. شوف 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 أقف 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 نغيب أقف أقف بدش بما بيساب مشي قبل سنة تدفع 100 مشان الأوات هسه شو صار فيك؟ خوش ب 500 ايراني مو بايراني ما يفيد. شوف 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 ب 700 خوش. لا خوش 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 الف 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 كويتي ما يفيدك. علف حرك حرك هات شي دارهم قبوله علفوا 500 علفوا 500 هات ترجوها وبدلت.
سلام. الو مهسا، مهسا کیه؟ حرف نمیزنه. خب قطع کن، قطع کن، دوباره میگیره. تا صبحانه الان شمردم تموم شد. آفرین دخترم. پاشو برو کفشات رو پوش بریم. بود بجان قرصتون رو بخوری، من خیالم راحت شه. دست درد نکنه. هما خانمم میاد چادرتون رو برش بزنه. خیلی ممنون، کاش گفته بود عوضم هم میآورد. بابا اون درس و مشق داره بیری. ما میریم زود برمیگردیم. خدا به همراهتون. یه جفت جورابم برای دخترم بخر. داره بیبی جون، خودش اینا رو دوست داره. کله بارو تا اینجا بیشتر نزنم، فهمیدی؟ سر بارو میذاری اون تو نرم میچرخونی، تموم شد شو بارو آماده شد میاری بالا نرم شروع میکنه اینجوری چرخوندن. بفرمایید بارو بسلام. همون دامون بجم دونم بجم 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 این سویچ موتور رو نمید. سویچ موتور، سویچ موتور چی میخواه؟ او دارم با مینو میرم این شمرون ببینم دیگه. مبارک تو جیبه کتن باش. به آجمون گفتی داری میری؟ آره گفتم. این کوپلس رو تهیه باز داره روغن کم میکنه. یه نگاه بهش میدونم درست چینی همینه دیگه. برو خدا، برو سلام، خسته نباشی. بجم 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 بجم. لایه‌ها رو درست بذاری باشه؟ ملیحه امروز هم دیر اومد؟ بله. ببین تو زبونشو بهتر می‌فهمی، باهاش صحبت کن ببین مشکلش چیه. این دفعه حاجمو یه چیزی بگه من نمیتونم جوابی بدم. عزیزم با من صحبتی نمی‌کنه. خودت یه کاری بکن، لیلا میخواد امروز یه سر زود پرده بذار برش. خسته نباشی. خسته نباشی. سلام. خسته نباشی. قربون پیز، اگه کمه پول قبضا رو نریز. نه هست. میخوام برای بیبی یکم خوردریز بگیرم. اونجا سرد نیست ولی ممکنه تو را سرد بشه. حالا اون که دیر نمیشه، یه هفته دیگه است. دنبال چی میگردی؟ خدا بود شما یه دقیقه بیار. ما تا حالا تو کارخونه مرجوی داشتیم؟ نداشتیم. حمید میگه کمپرسور روغن بود. حاجمو میگه قالب سرده. پس یه دفعه در کارخونه رو ببند ترتیب. حالا اینکه ناراحتی نداره. من بهشون گفتم. دورموتا رو گرم خونه کنیم. نگران این چیزا نباش. بودم یکی رو بدم به دوز خیار. حالا منه؟ به به. هر کدوم خودت میخواد. تو میخواد بپوشی. شما باید بپسندی. اگه به پسند من بود دو هفته از میگم برو یه جفت کفش برام. مامان. آبرو اونجا رو قموخش میبری. بابا مگه عروسی سفر کربلا است؟ اینو بدم به دوزم. مامان من چه بابا میگم؟ نری بابا با مامانت بود. مامان بمونم. نه 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 اصلا. برو قربونت برو دختر برو بسلا من به کارت برس برو من کارم تموم شد زود برمی باشه باشه تو پرونده دو تا پلاک نمشته بله دو تا در داره شمالی جنوبیه
بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. منزل حاج خیرالله پارسا؟ بله. تشریف داره؟ حاج خیرالله؟ بله. ایشون یه دو سه سالی میشه که فوت کردن. شما؟ دابود. بله. دابود تلفن که از خونه است. بینو داشته باش. برو الو. برو بگیرین. برو. بله. بلند صحبت کن، صدا تو نمیشنوم. چیه؟ سلام کبرا خانم جونم. بی بی چیزی شده؟ نمیدونم بالا، من هم یادم رسید. آما خانم یا حضرت عباس یا حضرت عباس یا حضرت عباس حول نشو آقا داوود، حول نشو، شکر خدا به خیر گذشت. بیبی کجاست؟ تو اتاقش بالا استراحت میکنه. چی شده؟ خدا. سلام آقای پارسا. سلام. بابا مادر من، تو که ما رو جون به لب کردی، قربونت برم. نگران نباشید، چیز نشده. فدی کم بهشون شکر وارد شده. خدا رو شکر. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. قربان شما. میگم اگه احتیاج هست ببریمش بیمارستان. نه نه، فقط تنهاشون نذارید. همیشه باید یکی پیششون باشه. درست. من فکر می‌کنم عینکمو جا گذاشتم. من براتون آوردم. ممنونتونم. بفرمایید. مرسی، متشکرم. داروی قبلی خوبه. من دارو جدیدی تجویز نکردم. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. درزم تبریک میگم. آقا داوود، دو نفر تو اتاق منتظرتون هستن. من آقای دکتر رو راه میندازم. بله. سلام. سلام آقای پارسا. خیلی خوش اومد. مزاحم شدی. خواهش میکنم. آقا داوود. زحمت شدید. دست شما درد نکنه. بفهم خواهش میکنم. دستتون درد نکنه. ممنون زحمت کشیدین. خواهش میکنم. من بفهمید، من در خدمتم. تبریک میگم آقای پارسا، یوسف گمگشته شما بالاخره پیدا شد. مبارک باشه. متوجه منظورتون نمیشه. شما برادر آقای ایوب هستین دیگه، درسته؟ شما به مادر من چی گفتی؟ والا ما چیزی به حاج خانم نگفتیم. وقتی اون خانم بهشون گفتن ما از کجا اومدیم، مادرتون از حال رفت. اصلا مثل اینکه منتظر یه همچین خبری بودن. چه خبری؟ عرض میکنم، ما از کمیته مفقودین اومدیم. البته هنوز تمام جزئیات برای خودمام روشن نیست. صلیب سرخ طبق گزارش‌های ساختگی 10 سال قبل به ما اطلاع داد که برادر شما مفقود شده، ولی اخیراً ما شنیدیم که ایشون زنده است. به سلامتی. چی داری میگی شما؟ صلیب سرخ کدومه؟ کمیته مفقودین چیه؟ برادر من شهید شده. 22 ساله. همه اسناد و مدارکش تو بنیاد شهید هست. میتونین برین گلزار شهدا قطعه 24/11 اونجا ببینین. چشمستم میتونم تو اونجا ببرمتون. حتما اشتباه اومدین. یه نگاه به آدرستون بنازین. نه اشتباه نیومدن، عرض میکنم خدمت. چرا همون اشتباه اومدی؟ یه نگاه به اون دفترتون بنازین لطفا. من عرض میکنم خدمت. بهت میگم اشتباه اومدی. شما میگید حتما اشتباه اومدی. اجازه بدین. چه حرفی که شما دارین میزنین؟ این پیرزن 70 سالشه. فکر کنید چقدر طاقت داره؟ 22 سال هر شب جمعه داره میره سر قبر. آقای پارسا، تو روزی که می‌خواستین بفرستیمش کربلا، آخه این حرفی که همینجوری شما بیان بگین؟ آقای پارسا، آقا به خدا به هر کدوم این همسایه‌ها میگفتین میگفتن اشتباه اومدی. آقای پارسا، لااقل یه نگاه به اون پلاک سر کوچه مینداختی. ماشاءالله شما اجازه نمیدین ما حرف بزنی.
چه حرفی برادر من؟ چه حرفی؟ اگه این همچه حرفی هم که میخواییم بزنیم بعد به یه آدمی بگیم که چهار ستون بدنش سالمه؟ نه به این پیرزن فلای علی اگه یه مو از سرش کم شه بلای سرش بیاد خونش گردن شماست هر چی دیدین از چش خودتون دیدین شلوغش نکن آقای پارسا شلوغ نکن عزیز من من الان میگم خدمتتون به شما میگم که چهار ستون بدنت ماشاءالله سالمه عرض کنم خدمتتون که ایوب پارسا متولد 1339 فرزند خیرالله صادر از شهر ری شماره شناسنامه 564 خدمت شما کپی شناسنامه هم اینجا هست عنایت بفرمایید بفرمایید برید بیرون آیه پارسا بفرمایید برید بیرون آیه پارسا این چه حرکتی آخه بفرمایید خوش اومدید من عرضون کنم نه حرفی نه حسابی آقا این که درست نیست چی داری میگی شما بفرمایید این آقا آقای پارسا ما این همه را اومدیم به شما بگیم برادرتون زنده است یه بار دیگه حرف از زنده بودن برادر من توی خونه زدی هر چی دیدی از چش خودت دیدی بیا برو بیرون عجیبه ما فکر کردیم شما خوشحال میشید از چی خوشحال بشم پیرزن طلب سکته بردی خوشحال شدم مژدگونی هم میخوای بیا برو بیرون آقای پارسا این دستو بکش بفرمایید بیا بیرون میرم بیرون آقای پارسا برادر من چرا داد و فریاد میکنی عرض کردم خدمتتون ما از کمیته مفقودین اومدیم اینم کارت شناسایی از هر جهنم دره که اومدین بفهمید من همونجا میام خدمتتون این چه حرکتی خود قبل دهنت بفهم اصلا کی دور اومده بودی خونه من خودم میام دستتو بگیر برو برو دستتو بگیر برو بر یعنی چه چه جواب بده چه خه هر چی دلش میخواد داره میگه تو کوتا بیا شما مراد بکن بشی یکم نمیدونی برای چی اومدی اینجا خوب شد اومدین خانم شما بگین ما حرفی به مادر ایشون زدیم نخیر آخه برادر من ما اون وظیفه داریم که داریم انجام میدیم برادر شما الان تو اهوازه زنده یکی دوبار تلفن اینجا رو زدن که صحبت کنه نتونست حرف بزنه ایشالا تا یکی روز دو روزی دیگه هم اینجا پیداش میشه میتونین از نزدیک ببینین دلش حالا میخواین باور کنین بگی. میخواین باور نکنین خانوادشم که فقط شما نیستین حضرتی هر من در بده من بیرون وای نیست باشه اینا هاش رخشانه محتشمی یه بچه هم داشتم به اسم حمید که اون موقع دو سالش بوده بفرما نگاه کن آخه برادر من دیگه ما چقدر سند و مدرک نشون شما بدیم خانم ما باید به اونام اطلاع اگه میتونید خودتون بهشون اطلاع بدین اگه نه آدرسشون رو بدید به ما که ما بهشون بگیم بعدم شهرمون رو بکنیم از اینجا بریم آقا تو رو خدا ببخشید خانم ما آدرس دیگه از ما نداریم ولی طبق اون چیزی که ثبت شده تو پرونده ما اون موقع تو همین خونه زندگی میکردم بله هنوزم تو همین خونه زندگی یواشتار برو گمش نکنه
حالا فهمیدی چرا قاطی کرده بود؟ بله خب، مصیبت بزرگیه، دردناکه. حالا میخواین چیکارش کنیم؟ مراد مطمئنی اشتباه نمیکنی؟ آره بذار بنده خدا رو بیارنش ببینیم چیکار میشه کرد. مواظب باش بیبی جان. بخشانه عزیزم، اینجا نشید خدا بزرگ. بیبی کاش که یکم استراحت میکردی. ای مادر خوابم نمیبره، خواستم نماز بخونم، دیدم هوشیار نیستم. خدا بزرگ. درست میشه ایشالله. حمید مادر جون، چه اینجا نشستی؟ پاشو چشم پاشو پیش مینو خدا بزرگ. خدای خودت کمک کن یا کجا داری میری حمید؟ مینو؟ بله کجا داری میری؟ رخشانه 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 اینجایی؟ شما جان همه زحمت رو افتاد گردن تو. این چه حرفی میزنی عزیز دلم؟ کمک نمیخواد؟ نه دستت درد نکنه. اون موقع همه مردا پسرها موهاشون از تن میتراشیدن تا بتونن سرباز فراریه رو میون خودشون جا بدن. زنها و دخترام هر روز توی این کوچه روبروی سینما مولن روژ دور هم جمع میشدن کوکتل مولوتوف درست میکردن. ما دخترای پرورشگاه هر روز اونجا بودیم. یه روز توی امیرگاه متروکه بود داشتیم غذا درست میکردیم. خیلی دو سه روز بود اصلا غذا نخورده بودن. غذا که آماده شد رفتیم طرف میدون اشرت آباد. شلوغ بود، همه شعار میدادن آزادی آزادی. گارد زده شورش هم نکرد، هر زدن گاز عشقا بر زده بودن. من همه دوستان رو گم کردم، زخمی شده بودن، چشم می سرد، اصلا هیچ نفهم. به خودم بدم دیدم تو بیمارستانم که یه پسره بود که خیلی زبر زرنگون، همیشه هم تو تظاهرات می دیدمش. اون گفت که دارم به بیمارستانم حمله میکنم، فراری میدم. من کشون دنبال خودش، یه لنگه که همشم گم شده بود تو تظاهرات تو فرار. گفت اون یکیشم در بیام که بهتر بتونی بودایی.
هنوز تا من و بابا خوش نشده بود و من خواسته کنیم نه دوگر رو شد تونم در بزیزی با من حرف بزنیم دل شده داشتم لبخند زد کفش رو در بود گفت ببوش ببینم مطمئن بشم ببینم مال خودته سلام. سلام. چطوری اومدی؟ با آژانس اومدم. موبایلت چرا خاموشه؟ حمید خوبی؟ خوبم. آقا داوود چونم اونجاست؟ نه هنوز نیومده خونه. تا وقتی که من بودم نیومده. بدم. مادرم چطوره؟ خواستی چطوری باشه؟ حالا مادرت از من میپرسی؟ بیبی چی کار میکنه؟ نماز میخونه اینجور که پیداست تا صبح میخواد بخونه بدون تکلیفش روشنه خوشحال پسرش داره میاد هم باید خوشحال باشی همین این حق بابات نیست که همه تو ما تنبیه میدونم چیزی که خوابش هم نمیدیدم تو بیداری داره برام اتفاق میفته فقط نمیدونم تکلیف این دو نفر چی میخواد بشه اما قصه اون انقدر هست که نشه ازشون انتظار داشت ولی تو چی؟ قضیه تو فرق میکنه راستشو بگو اگه ببینیش میشناسیش فکرشو میکردی بابا تو عروسی ما باشه؟ این نظرش درباره من چیه؟ من الان نگران تنها چیزی که میستم فقط اینه معلومه بعدم نگران نباشی از بس که تو خوبی ها؟ خب اون که آره ولی بابات هم خیلی خوبه از کجا میدونی خوبه؟ از چیزایی که درباره شنیدم از کجا معلومه اون آدم قبلیه؟ با اون دو سال قبل انقلاب اندازه سن من تو زندون بوده خیلی سخته تازه وقتی برگردی ببینی هیچی سر جاش نیست اولیش خانوادت همینه که میگم حق بشی نیست باید همه کار براش بکنی باید همه کوچه چراغونی کنی تا سر خیابون باید بفهمه که از اومدنش خوشحالی باید بفهمه که دوستش داری چایی میخوری؟ دست درد نکنه دنبال چی میگردی؟ دنبال قندون قندون که اینجاست برای فردا باید گوشت بخریم ممکنه ساویه بیان تهران برای نهار من یکم پس انداز دارم رخشانه جو تو لازم نیست نگران باشی همه چی درست میشه من خوب فکر کردم ایوب که اومد باش صحبت میکنیم من و تو حمیدم که هست مطمئنم حرفمونو قبول میکنه از چرا هیچ کس خبر نداشت
این همه دم تو دستگاه بنیاد شهید و هزار تا بنیاد دیگه به چه دردی میخوره؟ اگه ایوب اسیر شده چرا وقتی اسرا آزاد شدن هیچ کس ازش خبری نداشته؟ آقا جون خبری داشت. بابا ولش کن، ولش کن. بشین بابا، بشین، تو حالت خوب نیست. من امروز ستاد بودم، همه این مدارک رو به هم نشون دادم. واقعیت داره، دو سه ماه بعد از اینکه آسرا آزاد میشن یه نامه از صلیب سرخ میاد که ایوب اسیر بوده و تو اردوگاه فوت کرده، همونجا هم دفنش کردن. اونا این خبر رو با آقا جون میگن. آقا جون هم واسه اینکه بیبی ناراحت نشه به کسی چیزی نمیگه. پس اون جنازه چی بود؟ یه شهید گمنام. من میرم مهسا رو بذارم تو رخت خوابش. برو بالا. سلام. سلام چطوری؟ دو نفر با شما کار داشتم. کیه؟ نمیدونم. آقا سلام. سلام. آقا حمید؟ بله. سلام. سلام علیکم. شما پسر آقا ایوب هستین؟ بله. تبریک میگه. آقا متشکرم، مرسی. ما از ستاد مفقودین اومدیم. آقا ببخشید، معذرت میخوام، نشناختم. بفرمایید. بفرمایید. ممنون. نه ممنون. قبلا پذیرایی شده، کافیه. آقا داوود نیستم؟ یه کاری براشون پیش اومد. چطور؟ ما فرآمد فرودگاه باشیم دیگه، مشکلی که نیستش. نه مشکلی نه. نیست، ما خودمون میایم میبریم. بله اتفاقا ما هم یه اتوبوس گفتیم که خود وادی. یه اتوبوس. بله. آقا اینجا خیلی بده. بیا دم در حد اول. بفهم. میگم آقا من به ذهنم رسیده بود که چیز کنیم، یه چند تا از دوستای بابا که با هم تو اردوگاه بودن و پیداشون بکنیم. والا ما دسترسی نداشتیم بهشون. یعنی نمیشناختیمشون. گفتم شاید برای شما راحت‌تر باشه. نه. بهتره فردا تو فرودگاه شلوغ نشه. خودتون و دو سه نفر از حق و فامیل و بستگانتون باشن بهتر. باش باش بفهم. متشکرم. البته قبلا با آقا داوود گفته بودیم که بی سر و صدا مراسم برگزار بشه بهتره. ولی ظاهرا چطور مگه مشکلی هست؟ نه مهم نیست. میشه اون صدا رو قطع کنی؟ آه بله. احمد جان صدا اینو چرا اینجا ایستادین؟ بفرمایید داخل. ممنون. ببخشید. آقا میخوام بگم آب بیارم؟ نه. ببخشید. آقا داوود اومدن، بگین با ما یه تماس بگیرن. یا یه سر بیان، بیان ستاد. ممنون. ببخشید، من اسمتونم نمیدونم. من کاشانی هستم، ایشون هم هست. بله آقای کاشانی. خب من پسرشون هستم. اگه مشکلی هست به من بگی. نه چیز مهمی که نیست، ما برای خودتون میگیم، اینجوری بهتره. ببینید خبر پخش بشه همه جا سرازی میشن جلو خونتون، تلویزیون، روزنامه ها، مردم شلوغ میشه دیگه. بشه مگه مشکلی هستش این چه نظر؟ حالا شما با آقا داوود بگین با ما تماس بگیره، به نفعتونه. آخه شما یه جوری میگید، من نگران شدم واقعا. اگه چیزی هست خب عرض میکنم. بگید به من. من عرض میکنم خدمت آقا حمید. ها بله آقا حمید، معلومه که پسر با کمالات و با فرهنگی هستی ماشاءالله. نه خواهش می‌کنم. این که ما میگیم اینجا سر صدا نشه، برای اینکه سر صدا باعث هیاهو میشه قربونت برم. هیاهو هم بشه سوء استفاده زیاد میشه. برای چی فرصت سوء استفاده به دیگران بده؟ نکن. پلاک کوچه. این ماشاءالله بابا سالم و سلامت، میخواد فردا از راه برسه. دو روز دیگه میخوان بیارن. خودتون بیارید پایین، نذارید هیاهو بشه که ما میگیم به چیزایی هست. آقا داوود بگو یه سری به ما بزنه، بگو حتما بیاد. چی شد؟
هیچی بهشون نگفته این آقا داوده بابا. پسر حاج خیرالله است دیگه. خبرش بین بچه‌هایی که تو ستاد رفت آمد میکنن پیچیده. اونا گوششون از این حرفا پره. گفتم یه ماهی قرنطینش کنیم ما، گوش نکردیم. بفرما میشه جمعش کرد دیگه اینا. برو بریم. مینو مامان دیر نکنی یا ببین قاشق چنگالارم بردار. چشم مامان. چیزی شده؟ نه. چرا ناراحتی؟ نه تو خوبی؟ آقا داوود کجاست؟ داوود رفت کارگاه، فکر کنم عمو میخواست باش صحبت کنم. خانواده‌اش هم اینجا. نماینده فرستاده. فردا که باید فرودگاه باشی. چطور؟ چی بیبی گفته به اینا زنگ بزن خبر بدن دلگیر نشن. فردا صبحه، ولی تو چیز کن زنگ زدی بگو بیان همینجا. نمیتونیم همه رو بریم فرودگاه. حالا کجا میری؟ نماز خونه بهشون زنگ بزنم، تلفن اینجا رو اشغال نکنم بهتر. مینو مادرم کجاست؟ خونه است. بهتره دارو دو کلمه باش حرف بزن. تکلیف چیه؟ بالاخره اونم مرد دیگه، با هزاران آرزو داره بلند میشه میاد که زنشو ببینه. فکر میکنه که هنوز رخشان خانم زنشه. گناهی که نکرده بابا جان. صلاح نیست این یکی دو روز رخشان خانم اونجا باشه. ایوب از همونجا که را بیفته تو فکر زن و بچه‌شه. بعد میگم آجی حالا اگه فردا بیاد و رخشان خانمو ببینه تو همون ساعت اول مجبور این همه چی رو بزنی کف دست نمیش. بله خب میگیم بهش، مگه جنایت کردیم؟ خود شما هم اگه نبودین هنوز یه سال از خبر شهادتش نگذشته بود هزار جور آیه و حدیث واسه ما آوردین که باید ثواب کنیم. ما گفتیم چشم. آقا داوود ما که نمیگیم خدا نکرده تو اشتباه کردی. غریبه هم که نیستیم بابا جون. حرفمون اینه که فعلا یه دو سه روزی در این باره صحبت نشه. آقا ایوب که بیاد ببینه رخشان خانم زنیش اینجا نیست، بالاخره یه چیزایی دستگیرش میشه. ما هم تو این دو سه روز که فرصت داریم یه راهی جوابی براش پیدا میکنیم. جواب خیلی چیزا رو باید بهش بدیم. اینجوری دو سه سال طول میکشه فقط براش جواب پیدا کنیم. پس یا خودمون باید بریم قایم بشیم یا بگیم اون یه چند سال دیگه نگه داره. نه آقا جان، اونجا خونه رخشان است، هیچ جا نمیره. کجا رو داره بره؟ این زن چقدر میتونه بدبختی رو تحمل کنه؟ از بچگیش که تو پرورشگاه بوده، بابا ننه ای هم که نداشته. اون موقع هم که ازدواج میکنه هنوز دو سال از ازدواجش نگذشته، ایوب میذاره میره. بعدم که خبر شهادتش رو بهش میدن با یه بچه رو دستش. این همه سال هم هست که داره این بچه رو بزرگ میکنه، لابد همینم باید قایم کنیم دیگه. چون وقتی ایوب رفته دو سالش بوده. هر آدم عاقلی که باشه میفهمه تو این همه سال بالاخره هزار جور اتفاق ممکن افتاده باشه. ماشاءالله شما همه مسائل رو هم قاطی میکنی. شما الان ناراحتی؟ هر نه آقا من ناراحت نیستم، اتفاقا خیلی هم خوشحالم. بعد این همه سال برادرم داره میاد، خوشحال نباشم؟ گناهی که نکردم، امانتداری کردم، سرپرستی خانوادهشو کردم. منتی هم ندارم سر کسی بذارم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر زندگی خوبی هم دارم. آقا داوود، ما که بد تو یا رخشان خانومی که نمیخوایم. بابا جان ما هر چیزی که داریم میگیم به خدا قسم اثر دلسوزیه. دلسوزی؟ بله. کدوم دلسوزی؟ این همه مدت این دختر در به در کشید، شما کجا بودین؟ یه قدم جلو گذاشتین؟ اون موقعی که رفت اون آلونکو اجاره کرد، از پس اجاره خونش برنیومدیم، اومدیمش خونه خودمون. همه تون ریختی سر ما رو که مگه میشه یه مرد مجرد با یه زنی بیوه توی خونه زندگی کنن؟ ما از ترس زخم زبون فامیل و حرف مردم بلند شدیم رفتیم کجا؟ دو سال کارگری کردیم تو ماشه. این دلسوزی باز خودتون بکن. ای بابا یه چیزی هم بدهکار شدیم. ما هر آنچه شرط بلاغ بود گفتیم. بریم آقا بریم. حق با توه عمو جون. در این که رخشان خانم یعنی مادر حمید تو این شرایط کجا باید باشه ما هیچ کدوم حق دخالت نداریم.
اما چیزی که تا حالا ما بهش توجه نداشتیم اینه که از زمانی که یقین حاصل بشه که آقا ایوب زنده است، مسئله از نظر شرع و عرف دیگه دست شخص نیست. میدونی من قبل از اینکه بیام اینجا برای اینکه مطمئن بشم با دفتر چند تا مراجع تماس گرفتم. عمو جون چیزی که من میخوام بهت بگم میدونم که شنیدنش برات خیلی سخته، در واقع گفتنش هم برای خود من سخت، اما به گردن منه که بهت بگم. بگو عمو جون، بگو طاقتشو داره دیگه. بدتر از این اگه بدونی از دیروز تا حالا چی به من گذشته. میدونم عمو جون، میدونم. طاقتشو دارم خدا بیشتر از اینم خوار و ذلیلم کنه. خدا نه، اگه آخر زمان چه شکلیه همینه دیگه. عمو تو حال خودتی، سرت تو کار خودت، یا همه چیز خراب میشه از سرت. هرچی تو زندگیت ساختی دود میشه میره هوا. بگو طاقتشو داره. بدونی عمو جون، همه این مراجع میگن اگه زنی پس از فوت شوهر دومی اختیار کنه بعد محرز بشه که شوهر اولی زنده است، این ازدواج دوم باطله. البته از نظر شرعی قانونی هم داره که من بعدم بهت میگم، ولی از زمانی که شما متوجه شدی که آقا ایوب زنده است، در واقع شما و زنت دیگه به هم دیگه محرم نیستی. حمید، مادر. ها کجا داری میری؟ این چیه بده ببینم کجا داری میری؟ بده من خونه خانم صفایی. این وقت شب؟ این وقت شب؟ اصلا برای چی باید بری؟ یعنی تو نمیدونی برای چی دارم میرم؟ از وقتی که خبر اومدن پیچیده همه نگاهشون از هم میدازن، بجی به جاها شروع شده تا که بچه همه خودتون از من قایم میدون، حالا میگی برای چی باید برم؟ بده از مگم
خودمه. من دیگه نمیدونم پیشت واسه اینکه تو ناراحتی، من نمیدونم چیکار کنم. بیام چی بگم؟ بگم دستتون درد نکنه؟ مرسی که منو بزرگم کردین. خودتون برید مشکلتون رو حل کنید. دیگه بابام اومده. مامان من بچه نیستم. من میفهمم. من اگه نبودم تو میتونستی بری با هر کسی که دلت میخواست ازدواج کنی. داوودم همینجور. من باری بودم رو دوشتون. شایدم نباید خوشحال باشم که بابام داره میاد. فردام به اون بدبختی که داره با هزار تا آرزو میاد برم بگم نمیخوام ببینمه. تو با اومدنت همه چیزو خراب کردی. هیچ کس منتظرت نیست. تو بگو من چیکار کنم؟ من همون کارو میکنم. نمیشه. کجا میخوای بری؟ نمیذارم. امی. برو خونه، من مادرتون نیست. بیا بیا. برو میشه خواهر. کجا داری میری؟ خونه خانم صفایی دیگه. من اونجا نمیرم. چرا؟ سر زدم خونه نم. کی زنگ زدی؟ یه ساعت پیش. پیرزن جایی رو نداره بره. یا خوابیده یا صدای زنگ رو نشنیده. هفته پیش باشه حرف زدم، گفت خواهرم مریضه. چه میدونم، حتما رفته کرده جو سری به اون بزن. از کجا برم؟ مسافر خونه یه هتلی جایی. شناسنامه هم برداشتم، فقط به همین چیزی نمیگی. قربونت برم، مسافر خونه که نمیشه. بذار حداقل ببرم بده. من هیچ جا نمیرم. زن و شوهرین؟ بله. شما شناسنامه ندارین؟ کارشناسایی دارم. اسم من اون صفحه دوم هست دیگه. بفهم. اتاق 112. دست شما درد نکنه. مهسا اگه سراباتو گرفت چی بهش بگم؟ خانم صفایی بالاخره برمیگرده خونش دیگه. بیارش اونجا. روسری ما نیوردی با خوده؟ نه، تو ماشینه. بیا.
فردا بهت سر میزنم. به خدا میسپارم. رخشانه، ما باید خودمون تصمیم بگیریم که چی کار باید بکنیم. ما تصمیم بگیریم؟ آره، زندگی ماست مگه نه؟ مگه ما تصمیم گرفتیم که یک شب حکم طلاقمون جاری باشه؟ نه خب ما تصمیم نگرفتیم، ولی به هر حال من و تو این زندگی رو ساختیم، خودمونم باید فکر کنیم چی کار کنیم. ایوب که اونه؟ ایوب؟ مگه ایوب یه غریبه بوده که بگیم بیا پای این ورقه رو امضا کن ما بریم پی زندگی خودمون؟ خب یعنی چی؟ یعنی همه چی تمومه؟ به همین سادگی؟ من بعد از این دیگه نمیتونم نه با تو زندگی کنم، نه با ایوب، نه با کسی دیگه. اینم هیچ ربطی به نظر ایوب نداره. خودت هم بهتر میدونی. تو هم دیگه نمیتونی با من زندگی کنی. حتی اگه ایوب رضایت بده. محسنی واسه چه گناهی کرده؟ ها؟ تو چه گناهی کردی؟ من چه گناهی کردم؟ ایوب چه گناهی کرده؟ اون چه گناهی داشت؟
چیکار میکنی آقا؟ خوب شد اومدی آقا جون. بیا کمک کن اینا رو جمع کنی. واسه چی جمع کنی؟ حالا بهت میگم. الان صبح میشه باید بریم دنبال بابات. بابا بچه ها کلی زحمت کشتن اینا رو بستن. میدونم. ولی بابای تو که احتیاجی به این چیزا نداره. چرا قولی رو انداختی؟ من واسه دل خودم کردم. اینا هم امروز اومده بودن گفتم بی سر و صدا برگزارش کنی. همون هم اومدن به من گفتم بهتره جمعش کن. تازه فردا باید بریم ستاد مفقودین. همونجا دنبال بابا. ستاد مفقودین واسه چی؟ به اونو چه ربطی داره؟ چه میدونم. باید از خودشون بپرسی. دارم از شما میپرسم. اونا که جواب من ندادن. من خبر ندارم. عمو. عمو. شما چرا اینجوری شدی؟ چه جوری شدم عمو؟ من میدونم ناراحتی. میدونم. خودم هم ناراحتم. هممون ناراحتی. من ناراحت نیستم عمو جان. اگرم ناراحت باشه هم جمع کردن اینا ربطی به ناراحتی من نداره. حالا کمکم میکنی یا خودم دستانا جمعشون کنم؟ پدر من داره میاد. برادر تو. دلم میخواد خوشحال باشیم حتی اگه قرار بهش دروغ بگیم. حالا یا به من بگو قضیه چیه یا به والله نمیذارم اینا رو جمع کنی. خب آروم باش. میخوای بدونی بهت میگم. تو میدونستی چرا آقا جون تو این دو سه سال آخر عمرش هر وقت میرفت سر قبر بابات بیشتر از همه گریه میکرد؟ نمیدونستی؟ دیروز که رفتم ستاد مفقودین بهم گفتن وقتی خبر فوت باباتو به آقا جون میگن بهش میگن پسرت یعنی بابای تو یعنی برادر من پناهنده شده. چی میگه عمو؟ همینی که گفتم. بعدم منتقلش کردن به اردوگاه پناهنده. همونجا هم فوت کرد. گفتم بینی خدا رو شکر کنی که داریم صحیح و سالم تحویلش میدیم. حالا فهمیدی واسه چی دارم اینا رو جمع میکنم؟ برای اینکه آب رو ریزی نشه. دروغه؟ مدارکش از خودم دیدم. چه مدرکی؟ فرم پناهندگی که بابات امضا کرده اون موقع دست آقا جون بوده. اونم برای اینکه تایید بگیره میبره آگاهی. اونم تایید میکنن. کسی که این فرم رو امضا میکنه یعنی خودش نخواسته که برگرده. مادرم میدونه؟ من به رخشانه هیچی نگفتم. تو هم بشی چی نگفت. مگه نمیخوای بری استقبال بابات؟ چرا معلوم میرم؟ خب تا تو یه چایی بخوای آب به صورتت بزنی لباستو عوض کنی دیر میشه. اینم برسون دست صاحبش. اینا مال بابات. وقتی به خدا بیامرز بابا بزرگت گفتن که پسر توی عراق فوت شده اینا رو صلیب سرخ داد بهش. اونم 5-6 ماه قبل از اینکه فوت کنه اینا رو داد دست من. گفت تا بی زنده است رو نکن. بعدم بده دست زن بچهش. حالا که الحمدلله خودش داره میاد. راستش من میخواستم اینا رو دیروز بدم به عمو داوودت که بهش بده. اما حالش زیاد خوش نبود. گفتم بیارم به خودت بدم ببری بهش بده.
دنبال چی میگردی قربونت برم الهی؟ پیر نابیامو پیدا نمیکنم. بی بی تو ته دلت میدونستی که ایوب زنده است مگه نه؟ چرا گذاشتی من با رخشان ازدواج کنم؟ اگه تو اجازه نمیدادی آقا جونم راضی نمیشد. چرا حرف نمیزنی؟ ملامت هم نکن مادر، قربونت برم ملامت، دیگه به خدا طاقت ندارم. یادت میگفتی رخشانه به خاطر حمید حاضر نیست ازدواج کنه، میترسه حمید اذیت شه. میگفتی این ترس از بچگی تو پرورش گرفته تو جونش، ترس از ناپدری و نامادری بد. یادت؟ سر زنگ گرفتن خودم که شد گفتی وقت مردم چی میگن؟ نمیگن نامرده؟ بی غیرته؟ زن و بچه برادرش رو بی سرپرست بل کرده رفته؟ گفتم باش، به حرمت شما و برادر شهیدم باش. چشم، اون موقع هم که رخشون حاضر به ازدواج نشد گفتی یا جای منه توی خونه یا جای اون. گفتم چرا؟ گفتی به خاطر حرف مرد. حالا به خاطر حرف مردم چیکار کنی؟ مادر جون قربونت برم الهی، الان کسی داره میاد که هیچ وقت برای حرف مردم کاری نکرد، هر کاری کرد به خاطر دل خودش کرد. تو هم مادر جون اگه عاشقی کاری رو بکن که دلت میگه. آقا داوود دم در با شما کار دارم. بگو الان میاد. سلام علیکم. سلام. سلام آقا داوود. بفرما غریبی نکن. بفرما. آماده ایم به امید خدا. آقای کاشانی همکارم قبل از من رفتن، قرار شد من بیام دنبال شما. شما بفهمید ما خودمون میریم فرودگاه. نه ترس، خیالت راحت بشه، خودمون میریم. ریسه ها رو که میبینید طبق امامانتون جمع کردیم. بله خیلی بهتر شده. اتوبوس هم فرستادیم رفت، خودم میام و چهار تا از مردای فامیل. به پسرش گفتیم؟ بله گفتیم، لطفا به اون کاری نداشته باش. بدونه بهتره، همین شما و پسرش هم بدونید کفایت میکنه. فقط برادرتون این چند وقتی باید تحت نظر باشه، اینم گفتیم که شما در جریان باشید. یعنی چی تحت نظر باشه؟ دو روز نیست آزاد شده. میگم خدمت، نصف عمرش این بدبخت تحت نظر بوده. بله بازم تحت نظر گرفتینش؟ بله، عرض میکنم خدمتون چیز مهمی نیست، یه چیزایی برادرتون گفته که راست و دروغش مشخص. چی گفته؟ حالا میگم خدمتون، تا زمانی هم که این راست و دروغ مشخص نشه یه مدتی باید تحت نظر باشه، چیز مهمی نیست. شما برادرشی، راحت تر میتونی باهاش صحبت بکنی. چی رو میتونم راحت تر باهاش حرف بزنم؟ اصلا مملو نیست بعد این 19 سال منو بشناسی یا نه؟ آقا داوود عرض میکنم خدمت، پدرش مرده، زنش لا اله الا الله. باز میخوام بدارم اون زاکسیشم چوب بزنم. باز داریم میزنین جاده خاکی. یه دقیقه صحبت بشه بهش گفت. آقا داوود یه لحظه به من اجازه بدید. حالا آدمو به هم میزنه. دایی بابا. آقا داوود. آقای پارسا.
حمید پیداش نیست، موبایلش هم جواب نمیده. همین دور و برسا پیداش میشه. ریسا رو چرا جمع کردی؟ دیشب بارون نمی گفتین یه موقع خراب نشه. گوشی بده به من. الو سلام علیکم. اتاق 112 لطفا. الو جانه. رفتن؟ کی؟ خیلی ممنون. سلام خانم صفایی. منم شوهر رخشانه. خیلی ممنون. شما خوب هستین؟ به لطف شما. رخشانه ای جان، وای رخشانه قربونت برم. نمیدونی چقدر لحظه شماری کردم دختر، بیا تو ببینم. اینقدر سوق زده شدم دیدمت نمیدونم چی کار کنم. چیه به هم ریخته است بابا؟ تو اساس کشی هم مگه نمیدونی اینجا نوشته تا آخرام خونه بدوش. هر جا میرم 6 ماه بیرونم میکنن. پروانه کارم هم باطل شده. فدای سرت. مهم نیست که سخته، به هم ریخته است، ولی از اون پرورشگاهی که توش بودیم که بهتره. ها برو بقاله دی کیدیسیس گالیسیس. بزیم تقصیر میزه سر آجا یاد میزه که بون رسخنده بر اروا پرسه هست غلط اینجا جلده. ای پوست سازره نده بابا پیسته. مردم گرفتارن میان پیش من که من گرفتاریاشون حل کنم. میبینی تو رو خدا ننه اینجا چیکار میکنه؟ آخ ننه ایونکی از وقتی بازنشسته شد دیدم خیلی بیکسه. عین خودم دوستش دارم دیگه، آوردم اینجا به دردم میخوره. تازه تو رو ندیده، فکر کن الان تو رو ببینه چقدر زغ زده میشه. نه چیه؟ آخ 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 اینه اون موقع ها. نگاه کن تو رو خدا، یه دختر کوچولوی مظلوم که یه ذره بزرگ شده، یه ذره ها. ببینم آدم ها بزرگ میشن بی‌معرفت هم میشن ها. من یک سال که شماره مو دادم به اون صفایی نامردا، یه کدومتون یه زنگ به من نزدین؟ اب نداره، ولش کن. تعریف کن ببینم چه خبر. سیما دردم میکشه. کسی هست که درد نکشیده باشه؟ میخوای درد نکشه؟ پس بعد تا آخر اون خودت به جاش درد بکشی، ها؟ روش اثر میذاره؟ چی؟ قرصا خوردیش؟ اون فقط قرص ویتامین بود بهت دادم. خوب میشناسمت، میدونم چی بهت بدم. یه سر خونریزی تو کم میکنه همین. چند وقته؟ هفته پیش جواب آزمایشم رو گرفتم. خب فکر میکنم الان باید 6 هفتهش باشه. چه خبر اینجا؟ خانم ما رو تصمیم به تو بگیر، یا آره یا نه. بفهمید تو اتاق بده. آره دیر من نیلیم، نبشنا دیر علم ننچخیب، من نیلیم که علم ننچخیب. شوهرت میدونه؟ خواهی جداشی؟ رخشانه میدونی من توقع داشتم هر کسی رو اینجا ببینم به غیر از تو؟ رخشانه
چی شده؟ چی کنم؟ خیلی خوب. نمیدونه نباش. زود میام خب؟ کارم انجام میدم میام پیشت. بشین یه چایی بخور تا من بیام باشه. یه چایی بیار برای خانوم. کبرا خانوم رخشنه. آقا رخشنه سن. آی الله سنه قربان. الو جون مامو کار برام پیش اومد. حمید کجاست؟ مینو جون برو با آجمو بگو با دوستا هم مردا برن استقبال، من خودم از این بر میام. آرام حضرتی ولش کن دیگه، کاری نمیشه کرد که. سلام. فقط شما اومدی؟ مگه شما اینو نخواستی؟ ما میخواستیم ولی شما که عمل نکردی. چطور مگه؟ بگذاریم، یه چیزایی در مورد دلایل پناهندگیش گفته. یه دوره عراقی ها خیلی دلشون میخواست آمار پناهنده ها رو ببرم بالا. منظورم تو اردوگاه هاست، روش هم خیلی تبلیغ میکردن، به مریضا نمیرسیدن، مجروح ها رو مداوانه میکردن، شکنجهشون میدادن. پدرت با اونا شرط میکنه که اگه 3 تا از مجروح ها رو مداوا کنن حاضره که پناهنده بشه، به این امید که بعد از جنگ دوباره برگرده. اما از بعد حادثه تو اردوگاه پناهنده ها لو میره و میفهمن که مسئول تخریب میدونای مینه، واسه همین هم نگرش میدارن و به صلیب سرخ اطلاع میدن که مرده. اینم دستخط خودشه، امروز صبح از اهواز برامو فکس کردن. بفرمایید تون تاکسی زرده بشین، شما توی ماشین بشین. خدافظ، قربان شما، خدافظ. بفرم آقا، یه زحمتی بکش آقا، فلاشارهای ماشینتون روشن کن. بفرم آقا حمید گفته بود ما اصلا نریم. اشکال نداره، من هماهنگ کردم. شما بشین توی ماشین. مامان جان، من پیش بیبی میمونم، میترسم بیام فرودگاه حالش بد بشه. مینو جان اینجوری که خیلی زشته. نه آقا داوود هست، نه حمید هست. حالا اون رخشان تفلک اصلا عذرش هم مبرکه. نگران نباش. من برم اونجا چی بگم؟ من مطمئنم که حمید فرودگاه. چی به خیر و خوشی پیش. مادر علی قربونت برم، گل یادت نره. آقا تو خدا دارو نگران نباش. بفرمایید. کوچه واسه ببینم. کوچه داری برای فرودگاه؟ نمیخواد این لامپولیسا رو ببینین. اینا رو بزنید، اینا رو بده به من، این لامپولیسا رو بزن دیر میشه. آقا بفرمایید. آقا بذار برین بودو اونجاست، بودو بردار برم. آقا جان اینا رو بده من. قربونت مواظب بی بی باش. خیلی ممنون. باشه پس اینجوری که دیگه مشکلی نیست. مشکلی یه جای دیگه است. قبل از اینکه سوار هواپیماش کنن میگه من ایوب پارسا نیستم. پس کیه؟ ادعا کرده یه معارض عراقیه که چند سالی با پدر توی یه سلون بوده، اما وقتی به دست بچه های تفحص میفته از ترس اینکه مبادا دوباره برش گردونن تو خاک عراق میگه اسمم ایوب پارساست. خب پس اینا چیه نوشته؟ اینا چیزایی که از پدرت شنیده، فارسی هم از همون یاد گرفته. درباره پدرم چی گفته؟ حالا من که دیگه مخم کار نمی کنه. این آدمی که حالا دیگه واقعا نمیدونیم کیه، حرفاش پر از تناقضه. بس بالاخره پدر من کجاست؟ اینطور که اون گفته 2 سال پیش من تو دست پدرت منفجر می شه و یادم پدرم قبل پناهندگیش.
سلام. سلام. کجاست؟ داخل. مطمئنی میخوای تنها ببینیش؟ با کی کار داری؟ زن من کجاست؟ یعنی چی زن من کجاست؟ زنت کی؟ زن من کجاست؟ با کی کار داری؟ بر کمی آقا دلان اون تمام چی میری؟ که اگه اون تمام کجا؟ ببینم زنت کیه؟ رخشانه دوست خودت گفت خانم از صفایی گفت مده اینجا. خیلی خوب پس تو آقا داوودی. رخشانه الان حالش خوبه، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده، صحیح و سالم توی پارک نشسته، میتونی بری ببینیش. ها دورده دیالیدی دیوانه دی. آقا داوود سرزنشش نکنید ها، از اولم تصمیمش جدی نبود. آقا رخشانه نری بایده بینبا رخشانه. درسته یه شبه با هم غریبه شدیم، ولی حق من این نبود. سب کن داوود، باید حرف دارم. چرا به من نگفتی؟ تو تصمیمتو از همون اول گرفته بودی، رفتن به اومدن ایوب نداشتی. اصلا اینطور نیست، من هفته پیش تازه جواب آزمایشمو گرفتم، میخواستم بهت بگم، ولی گفتم اگه بگم میری به بیبی میگی، اونم نمیره کربلا به خاطر یه خرج رو دستت نذاره. بعدم که این اتفاق افتاد حمید راست میگفت، ما به خاطر حمید با هم ازدواج کردیم، ولی بعدش هم به خاطر این بود؟ ها؟ اصلا میدونستی چی کار داشتی میکردی؟ من دلم نمیخواست این کارو بکنم. ایوب همیشه میگفت که جون یه آدم به اندازه دنیا میارزه، من نمیخواستم با اومدن ایوب جون یه آدمو بگیرم. من بچه‌مو دوست دارم داغو، بفهم منو، اینقدر قضاوت هم نکنید. بیبریم و میرسون همیت. حالا کجا داری میری؟ صبر کن میفهمی. نمیخوای بگی؟ امشب شب عجیبیه. بابام تو مسیر تهران میفهمه که مادرم و عمو داوود ازدواج کردن.
واسه همین تصمیم میگیره برگره تا زندگیشون خراب نشه. به کاشانی میگه یه زندونی عراقیه. اون وقتی اعترافاتش رو بهم نشون داد گذاشتم کنار وصیت‌نامه‌اش. دیدم هر دوش مال خودش. ناش. وقتی تو فرودگاه دیدمش ازم خواست که به کسی چیزی نگم. با خودم خیلی کلنجار رفتم. بعدم تصمیم گرفتم به خواستش عمل کنم و به کسی چیزی نگم. البته کاشانی هم تو پنهون موندن هویتش خیلی کمک کرد. واقعا گیج شدم همین. یعنی بابات واقعا زنده است؟ آره. کسی دیگه هم میدونه؟ فقط بیبی. حالا دلت میخواد بدونی نظر بابام راجبه چیه؟